رسایی شماره 106 جناب علی هم هستید بله الان بعد از آقای رسایی جناب 106 کوتاه بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکتر لاریجانی لیست رو نگاه کنید از ساعت 9 و نیم صبح اسم من در مورد شما در مورد دستور اگر ما شما بله جلسه بله همون موقع بود بگید زود در ببینید آقای دکتر امروز چند تا مصوبه در مورد ایرادات شورای نگهبان داشتیم درسته یا نه ایراد. چرا ما ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود ما برای اینکه نظر شورای نگهبان رو جلب کنیم سوال من اینه وقتی در تریبون‌های رسمی این کشور روز گذشته صلاحیت شورای نگهبان زیر سوال رفته چرا امروز کسی که صبح رئیس جلسه بود حتی یک کلمه در مورد این موضوع صحبت نکرد با اینکه این جملات حضرت امام توهین و تضعیف به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر آن رژیم را ساقط می‌کند امام رحمت الله علیه می‌فرمودند هیچ کس حق ندارد راجبه به شورای نگهبان راجبه به رأی شورای نگهبان یک کلمه بگوید اگر این را بگوید بگوید شورای نگهبان کذاست این مفسد است یک همچون آدمی باید تحت تعقیب مفسد فلعرض قرار بگیرد این جملات که میخونم مربوط به آسد احمد آقاست آقای لاریجانی عیناً تاریخ هم داره آسد احمد آقا تذکرتون باشیه به این که چرا به شورای نگهبان حملات شده شورای آقای دکتر اجازه بدید من حرف تموم شد شما بعد از من مثل آقای توکلی پریروز کلی صحبت کرد هیچ ربطی هم نداشت بعد گفتی وارد نیست حرف بس یه دقیقه اجازه بدید من فقط جمله آسد احمد آقا رو میخوام بخونم به رئیس جلسه چی؟ نداره شما اجازه بدید من جمله آسد احمد آقای خمینی رو بخونم برای شادی روحش صلوات بفرستید بفرمایید ما منسوبین حضرت امام باید توجه داشته باشیم که فقط به علت نزدیکی با ایشان است که با ما مصاحبه می شود یا به ما احترام می شود توجه کنیم که اگر امام نبودند هرگز کسی ما را بدان صورت نمی شناخت تا با ما مصاحبه کند پس من نکنیم که ما هیچیم باید توجه کنیم تا از انتساب ما به امام سوء استفاده نشود آقای هاشمی رفسنجانی با صحبت های دیروزش التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه نداره و قطعاً باید در مورد این موضوع فکر کنیم.